بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. سرخط خبرهای امشب: اولویت‌های اقتصادی کشورهای آسیای میانه، عامل حذف طالبان از لیست گروه‌های تروریستی. تأکید سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت ترویج فرهنگ کار خیریه در جوامع اسلامی. نیمی از مدارس ایران از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارند. چالش‌های جدی پیش روی نظام آموزشی. و طوفان یگی آسیای جنوب شرقی را درنوردید و ساکنان میانمار را آواره کرد. وقت شما بخیر. در تحولی قابل تأمل در روابط بین الملل، کشورهای آسیای مرکزی با نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی گامی بزرگ به سوی تعامل با طالبان برداشتند. قرقیزستان پس از قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرده است. این تصمیم که با استقبال گرم طالبان روبرو شده، نشان از اولویت یافتن منافع اقتصادی بر امنیت در منطقه دارد. همکارم در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می‌بینیم. در حالی که بیش از 3 سال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد و هنوز به طور رسمی توسط دولت‌های مختلف به رسمیت شناخته نشده اند، با این حال برخی از کشورهای آسیای میانه گام‌هایی برای برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این گروه برداشتند. در جدیدترین رویداد، قرقیزستان نام طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه خود خارج کرد. این اقدام از سوی وزارت خارجه طالبان به عنوان یک حرکت مثبت تلقی شده که می‌تواند به تقویت روابط منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. پیش از قرقیزستان، قزاقستان نیز تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بود. این کشور با تأکید بر اهمیت روابط اقتصادی اعلام کرد که هدف اصلی آن از این اقدام گسترش همکاری‌های تجاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. قزاقستان با این استدلال که طالبان به احتمال زیاد برای مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند، به دنبال تقویت روابط اقتصادی با این گروه است. در مقابل، قرقیزستان تأکید بیشتری بر ثبات منطقه‌ای و ادامه گفتگو داشته و به دلایل اقتصادی به طور مستقیم اشاره نکرده است. یکی از عوامل مهم در این تصمیمات تاثیرگذاری روسیه بر کشورهای همسایه افغانستان است. مسکو به طور علنی از تصمیمات این کشورها حمایت کرده و اهمیت ایجاد روابط با طالبان برای کشورهای همجوار افغانستان را مورد تاکید قرار داده است. هرچند روسیه هنوز طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خارج نکرده است، اما مقام‌های روسی در اظهارات خود به امکان اتخاذ چنین گامی در آینده اشاره کردند. این در حالی است که خروج آمریکا از افغانستان فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه از جمله روسیه برای پر کردن خلأ و توسعه روابط با طالبان فراهم کرده است. تحلیلگران معتقدند که گسترش روابط اقتصادی به ویژه در حوزه‌های انرژی و ترانزیت اصلی ترین انگیزه کشورهای آسیای میانه در این تصمیمات بوده است. افغانستان به عنوان مسیری مهم برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا و یک شریک بالقوه اقتصادی برای کشورهای آسیای میانه مورد توجه قرار دارد.
سوال‌های بسیاری همچنان باقی است که آیا روسیه نیز به زودی گام مشابهی برداشته و طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف خواهد کرد؟ و آیا این اقدامات در نهایت به ثبات در منطقه کمک خواهد کرد یا تنش‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت؟ بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مؤسسه فرهنگی صادقیه در استان بصره اقدام به برگزاری جشن بزرگی به مناسبت عید قدیر ثانی یا همان فرحت الزهرا سلام الله علیها با حضور جمع زیادی از عاشقان و محبان اهل بیت علیهم السلام نمود. این مراسم که در حسینیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد، شاهد حضور فعال روحانیون و فرهیختگان نیز در کنار مؤمنان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود که به مناسبت فرا رسیدن عید قدیر ثانی و اعلام ولایت اهل بیت علیهم السلام و انکار تبرع از دشمنان ایشان برگزار شد. کتاب مقدس عبری کمیاب که قدمت آن به قرن 14 باز می‌گردد، در یک حراج عمومی به قیمت 6.9 میلیون دلار فروخته شد. در حراج ساتیبز نیویورک که از بزرگترین حراجی‌های آثار هنری و کلکسیونی در جهان می‌باشد، یک کتاب مقدس عبری مربوط به قرن 14 با 800 صفحه و تزئینات ظریف فروخته شد. واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق از انهدام مخفیگاه متعلق به گروه سنی‌های تندروی داعش توسط جنگنده‌های F-16 این کشور در شرق استان صلاح الدین خبر داد. در یک عملیات ویژه بر اساس اطلاعات دقیق از جانب نیروهای دستگاه اطلاعات ملی عراق و با هماهنگی برنامه ریزی و نظارت واحد هدفگیری فرماندهی عملیات مشترک، جنگنده‌های F-16 در یک حمله هوایی موفقیت‌آمیز توانستند مخفیگاهی را در رشته کوههای بلکانه در واحد فرماندهی عملیات شرق صلاح الدین منهدم کنند. صدرالدین حجازی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، پس از تحمل یک دور بیماری در سن 76 سالگی درگذشت. بیشتر مردم مرحوم حجازی را با بازی در نقش خولی در مجموعه مختارنامه می‌شناسند. دولت کبک خواهان برکناری امیر القوابی شده. امیر القوابی نماینده ویژه دولت فدرال در مبارزه با اسلام هراسی است. القوابی در تاریخ 3 آگوست نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها نوشته و از آنها خواسته بود که اساتید مسلمان، عرب و فلسطینی بیشتری را جذب کنند. نتیجه تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به 60% از دانش آموزان مسلمان در نیویورک مورد آزار و اذیت همسالان خود در مدرسه، به ویژه پس از حمله اسرائیل به نوار غزه، قرار گرفتند. این نظرسنجی تحت عنوان احساس نفرت در مدارس ما توسط شورای روابط آمریکایی اسلامی در نیویورک انجام شد که بر اساس آن حدود 60% دانش آموزان مسلمان گزارش دادند که در مدرسه توسط دانش آموزان دیگر به دلیل مسلمان بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یک فرد شیعه در پاکستان پرونده توهین به مقدسات علیه یک سنی افراطی به اتهام توهین به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تشکیل داد. بر اساس گزارش‌های محلی، این پرونده به پستی در شبکه‌های اجتماعی برمی‌گردد که توسط متهم منتشر شده بود و جامعه شیعیان را توهین به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دانستند. ارتش نیجریه روز گذشته اعلام کرد نیروهای ارتش 13 گروگان را که توسط یک گروه افراطی در ایالت کادونا در شمال غربی این کشور ربوده شده بودند نجات دادند. طبق بیانیه ارتش در این عملیات چندین آدم ربا کشته و تعدادی دیگر دستگیر شدند.
سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش‌های غارت گسترده موزه ملی سودان و سایر مکان‌های باستان‌شناسی در سودان ابراز کرد. این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست تا تلاش‌ها را برای حفاظت از میراث سودان در برابر تخریب و قاچاق غیرقانونی افزایش دهد و از طرف‌های درگیر خواست تا قوانین بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کنند و از تخریب یا غارت اموال فرهنگی یا استفاده از آن برای اهداف نظامی خودداری کنند. برخی از مناطق جهان به زودی شاهد یک پدیده نجومی منحصر به فرد خواهند بود، زیرا همزمان ابرماه و یک ماه گرفتگی جزئی ظاهر می شود. به گفته ناسا سه‌شنبه شب در آمریکای شمالی و جنوبی و صبح چهارشنبه در آفریقا و اروپا این فرصت را خواهید داشت که این پدیده هیجان انگیز را ببینید. محققان گروه علوم اعصاب محاسباتی شناختی با کمک هوش مصنوعی توانستند رفتارهای پیشبینی کننده مغز را پردازش کنند. دانشمندان دریافتند که فعالیت‌های خود به خودی مغز نقش مهمی در پردازش مغز و اطلاعات بدون محرک‌های خارجی مغز دارد و این کشف می‌تواند روش‌های تشخیصی و درمانی بیماری‌های مغزی را بهبود بخشد. بینندگان عزیز، در ابتدای خبر خبری داشتیم در رابطه با روابط بین الملل کشورهای آسیای مرکزی که با نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی گام بزرگی به سوی تعامل با طالبان برداشتند. ارتباط ما برقرار شد با دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب. آقای دکتر، گزارش را با هم دیدیم. به نظر شما چرا برخی کشورها با چشم بستن بر جنایات طالبان منافع اقتصادی خود را بر حقایق ترجیح میدن؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. با عرض پوزش که در دست هسته بودم. در این مورد دو موضوع مطرح است. اول اینکه این کشورها منافع اقتصادی را ترجیح میدن بر مسائل امنیتی و همینطور نقض حقوق بشری که توسط این گروه اتفاق میفته و همچنین در لیست سیاه سازمان ملل متحد همینطور سایر سازمان های بین المللی هست، لذا اینها منافع اقتصادی که براشون محتمل هست رو ترجیح میدن. و دوم اینکه این کشورها خودشون به نوعی ناقضین حقوق بشر هستن، یعنی کشورهایی هستن که دموکراسی فقط یک شکل و شمایل اون باقی است. در حقیقت در این کشورها اون مردم سالاری یا احترام به حقوق مردم به اون مفهومی که باید وجود داشته باشه وجود نداره. و همچنین اینکه این کشورها بیشتر مبتنی بر سیاست‌های روسیه حرکت می‌کنند و روسیه چون سیاستش تعامل با گروه طالبان هست تا بتونه این گروه را با خودش نگه داره در برابر کشورهای غربی و کشورهای آسیایی هم آسیای میانه هم تمایل دارن که از اون سیاست‌های روسیه پیروی کنن تا روابطشون با روسیه هم همچنان برقرار بمونه. بنابراین این کشورها براشون این مهم نیست که این گروه چنو رفتارهای ضد بشری رو انجام میده و تلاش دارن که از منافع اقتصادی که احتمالاً وجود داره و در آینده وجود خواهد داشت استفاده بکنن. بله، سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. در پی فرارسیدن روز جهانی فعالیت‌های خیریه، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده پیامی به ملت‌های اسلامی ارسال و بر اهمیت تقویت و گسترش این فرهنگ انسانی که با تعالیم الهی و اجتماعی همخوانی دارد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری اخبارشیه، این سازمان در بیانیه از مسلمانان جهان خواست تا فرهنگ کار خیریه را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از شریعت اسلامی و سنت نبوی و آموزه‌های ائمه معصومین علیهم السلام ترویج دهند. این سازمان فعالیت خیریه را وسیله ای اساسی برای پیشرفت امت اسلامی و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن دانست. در این پیام آمده است که فعالیت‌های داوطلبانه و احسان و نیکوکاری می‌تواند باعث ایجاد ارتباطات قوی‌تر اجتماعی شود و به ایجاد جوامع متنوع و مقاوم‌تر کمک کند. سازمان جهانی نفی خشونت همچنین بر نقش کلیدی فعالیت‌های خیریه در کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌های انسانی و حمایت از خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و مسکن تأکید کرد. این سازمان از نهادهای دولتی و مردمی درخواست کرد تا تیم‌های جوان داوطلب برای کمک به نیازمندان تشکیل دهند و با ترویج فرهنگ فعالیت‌های خیریه در میان جوانان، مردان و زنان روحیه نوع دوستی را در جامعه گسترش دهند. تا کنون حوادث بسیاری در مدارس ایران به علت ناایمن بودن باعث تهدید جان دانش آموزان شده است و عمده دلیلی که باعث بحرانی شدن این معضل شده مشکلات مالی مدارس در سراسر ایران است. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمود. بر اساس گزارش‌های رسمی و اعلام رئیس سازمان مدیریت بحران و مراکز آتش‌نشانی در سراسر ایران، وضعیت ایمنی مدارس در بسیاری از نقاط ایران از جمله کلان شهرها و شهرستان‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد. حدود 50% از مدارس کشور ایران به ویژه در شهرهای بزرگ از نظر سازه‌ای و ایمنی در برابر حوادث همچون آتش سوزی و زلزله در شرایط نامناسبی قرار دارند. ایمنسازی مدارس به عنوان یکی از اولویت‌های مهم سازمان‌های مسئول از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت ایمنی در بسیاری از مدارس انجام نشده است. نیمی از مدارس تهران و بسیاری از مدارس در سایر نقاط کشور هنوز به طور کامل از نظر ایمنی بررسی نشدند و برخی از مدارس نیز بودجه کافی برای انجام این اقدامات ندارند. مشکلات مالی مدارس از جمله عوامل اصلی در عدم پیشرفت ایمنسازی محسوب می شود. به گفته کارشناسان اجتماعی، بسیاری از مدارس حتی در تأمین هزینه های جاری مانند قبوز آب و برق با مشکل مواجهند که برسد به تأمین منابع لازم برای ارتقاء ایمنی. به اعتقاد کارشناس ایمنی، بسیاری از مدارس غیر دولتی که شهریهای بالایی دریافت می‌کنند، به دلیل اولویت‌های دیگر هزینه‌ای برای ایمنسازی اختصاص نمی‌دهند. در گزارش‌های سازمان نوسازی مدارس کشور نیز این چالش‌ها مطرح شده است. با وجود اقدامات این سازمان در سالهای اخیر هنوز تعداد قابل توجهی از مدارس به ویژه در مناطق محروم و روستایی از ایمنی لازم برخوردار نیستند. وضعیت ایمنی مدارس در شهرستانها نیز مشابه پایتخت است و حتی در برخی مناطق مدارس به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود منابع در وضعیت خطرناکتری قرار دارند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که از میان 14 میلیون کودک و نوجوان در سن تحصیل، حدود 929 هزار دانش آموز در سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر از تحصیل باز ماندند. این وضعیت باعث شده تا تناسب میان ظرفیت مدارس و تعداد دانش آموزان نیز دچار اختلال شود و در شهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد نیاز به ساخت و بازسازی مدارس بیشتر از هر زمان دیگری احساس شود. طوفان قدرتمند یاگی که پیشتر ویرانه‌های گسترده‌ای در ویتنام، چین و فیلیپین به جا گذاشته بود، به میانمار رسیده و باعث وقوع سیل‌های شدید در مناطق اطراف نایپیداو، پایتخت این کشور شده است.
این سیل ها هزاران روستایی را مجبور به ترک خانه های خود کرده و خسارات قابل توجهی به جای گذاشته است. طوفان یاگی در روزهای اخیر بخش های از چین، فیلیپین، شمال ویتنام، لاوس و تایلند را نیز در نوردیده و موج وقوع سیل و رانش زمین در این مناطق شده است. آمار تلفات حداقل به 280 نفر رسیده و 10 نفر نیز مفقود شدند. بر اساس گزارش‌های هواشناسی، این طوفان یکی از شدیدترین طوفان‌های سال 2024 در آسیا است که سرعت بادهای آن در برخی مناطق ویتنام به 203 کیلومتر در ساعت رسیده است. کارشناسان پیش بینی کردند که مسیر این طوفان محدود به آسیای جنوب شرقی و کشورهای حاشیه دریای جنوب چین و مناطق همجوار است و تأثیری بر خاورمیانه نخواهد گذاشت. خبرها حکایت از موج جدید ورود مسلمانان روهینگیا به بنگلادش دارد، در حالی که بنگلادش خود درگیر مشکلات سیاسی است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گزارش منابع محلی، طی 3 ماه گذشته حدود 20,000 پناهجوی روهینگیایی از ایالت راخین میانمار به بنگلادش وارد شدند. این آوارگی ها به دلیل تشدید خشونت ها و وخامت شرایط زندگی در ایالت راخین صورت گرفته است. بسیاری از این پناهجویان به جای اقامت در اردوگاه های تحت نظر سازمان ملل، خانه هایی را در خارج از این اردوگاه ها اجاره کردند. این موج جدید آوارگی پناهجویان در حالی به وقوع پیوسته است که بنگلادش درگیر بحران سیاسی شده و خشونت‌ها در راخین به ویژه در مرزهای جنوب شرقی این کشور افزایش یافته است. ارتش آراکان نیز نبردی شدید برای کنترل این ایالت از دولت نظامی میانمار به راه انداخته و شرایط بسیار وخیمی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است. یکی از پناهجویانی که هفته گذشته از منطقه مانگداو در راخین فرار کرده از وضعیت ناگوار مردم منطقه خبر داد و گفت هیچ غذا، پناهگاه و درمانی برای بیماران وجود ندارد و حملات پهبادی به ویژه علیه افرادی که در تلاش برای فرار به مرزها هستند انجام می شود. او در ادامه افزود که در طول مسیر بسیاری از اجساد پناهجویانی که در حین فرار کشته شده اند را دیده است. یکی از رهبران جامعه روهینگیایی هم در این زمینه گفت طی 3 ماه گذشته حداقل 20,000 نفر از مرز گذشته و وارد بنگلادش شدند. با این حال یکی از مقامات بنگلادشی اعلام کرده که این تعداد حدود 16,000 نفر است. مقامات محلی در تکناف، یکی از شهرهای مرزی بنگلادش، تأکید کردند که پناهجویان روهینگیایی هر روز از مرز عبور می کنند. یکی از مسئولان محلی اعلام کرد که علارغم تلاش‌های نیروهای گارد مرزی بنگلادش و گارد ساحلی، برخی از روهینگیایی‌ها شبانه وارد شهرها شده و خانه‌هایی اجاره می کنند. برخلاف موج پناهجویانی که در سال 2017 بیشتر از طبقات کم درآمد بودند، بسیاری از این پناهجویان جدید از خانواده‌های مرفه‌تر منطقه مانگداو هستند. برخی از آنها برای ورود به بنگلادش به واسطه ها مبالغ هنگفتی پرداخته و خانه‌هایی در شهرهای اصلی تکناف اجاره کردند. کارشناسان مهاجرت تأکید کردند که هرچند برخی از پناهجویان جدید از نظر مالی وضعیت بهتری دارند، اما آنها همچنان برای حفظ جان خود مجبور به فرار از میانمار شدند و نباید با آنها به عنوان مجرمان رفتار شود. این پناهجویان باید از حمایت‌های قانونی و امنیتی برخوردار باشند، به ویژه آنهایی که خارج از اردوگاه‌های پناهجویان زندگی می‌کنند و در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. سازمان‌های حقوق بشری نیز بر لزوم انتقال این افراد به اردوگاه‌ها از منظر بشر دوستانه تأکید کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اولویت‌های اقتصادی کشورهای آسیای میانه، عامل حذف طالبان از لیست گروه‌های تروریستی. تأکید سازمان جهانی نفی خشونت بر ضرورت ترویج فرهنگ کار خیریه در جوامع اسلامی.
نیمی از مدارس ایران از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارند. چالش های جدی پیش روی نظام آموزشی. طوفان یگی آسیای جنوب شرقی را در نوردید و ساکنان میانمار را آواره کرد. و ورود دوباره پناهجویان روهینگیایی به بنگلادش شرایط وخیم در ایالت راخین. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.